از دسترسی نداشتن به آموزش و کار تا افزایش فقر، خشونت‌های خانوادگی و بیماری‌های روانی. من خودم بعد از بسته شدن این مکاتب با مشکلات روحی زیادی مواجه شدم. به نظر شما در چنین شرایط چی باید کرد تا فرهنگ زن‌ستیزی طالبان بیشتر از این بالای مردای افغانستان تأثیر نگذارد؟ یکی از راه‌های مؤثر و مهم برای مقابله با فرهنگ زن‌ستیزی در افغانستان آموزش است. آموزش نه تنها برای خانم بلکه در قدم اول برای مردم. قضیه ساپورت از دختران افغان تقریبا رسمی از 5 ماه 6 ماه پیش شروع شد. کسایی که میخوان در یک کورس ثبت نام بکنن باید واجد شرایط باشه. از دسترسی نداشتن به آموزش و کار تا افزایش فقر، خشونت‌های خانوادگی و بیماری‌های روانی. بیش از 3 سال می‌شود که دختران بالای سنف ششم و زنان در افغانستان از مکتب و کار در بیرون از خانه محروم شدند. محرومیت‌هایی که به زندگی آنان و خانواده‌هایشان تأثیرات ناگوار بر جا گذاشته است. درود، من تانیا کیهان هستم و یکی دیگر از برنامه‌های مبارزان تنها خوش آمدید. در این برنامه تأثیرات محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغانستان را به بررسی می‌گیریم. از جمله افزایش و خشونت‌های خانوادگی در نتیجه این محدودیت‌ها. در گزارش ما از افغانستان روایت‌های زنان و دختران را خواهید دید که از این مشکلات می‌گویند. در بخش گفتگو با مرتضی جعفری، یکی از جوانان دیاسپورای افغانستان صحبت خواهیم کرد. او مهندس نرم افزار است و به گونه آنلاین به دختران در افغانستان کمک می‌کند تا از روند آموزش به دور نمانند. در نخست گزارش ما از افغانستان. بر دنیای رنگین آرزوهایش حالا بیشتر رنگ سیاه سایه می‌اندازد. زکیه 12 ساله پارسال صنف ششم مکتب را به پایان رسانید و پس از آن به علت ممنوع بودن آموزش دختران بالای صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماند. It really really hurt me. At that time I want to be the president of Afghanistan and at that time I also was trying to boost my skills. I was going to a drawing course, but when Taliban came to my school and said that after this time you are not allowed to come to the drawing course. وی اکنون درس های مکتب را به گونه آنلاین فرا می گیرد و به کلاس های انگلیسی و کامپیوتر می رود. با این حال زکیه می گوید که بسیاری از هم نسلانش به علت محرومیت از آموزش با خشونت های خانوادگی نیز روبرو هستند. او از نهادهای جهانی و فعالان حقوق زن در بیرون از کشور می‌خواهد تا به دختران بالای صنف ششم در افغانستان کمک کنند. Also I have one suggestion. If also they boost their project and they have some courses in villages in far district because there are also many people or many girls are facing with their mental problem. Some of them they had many problem and I hope that that the woman also that people also help them that they have their courses in villages because most of the families force their girls to marriage with old men to get married with another boys because of this one I want that this event finish and they also become knowledgeable. در این میان برخی از دختران برای محروم نماندن از روند آموزش به مدرسه ها می روند. رقیه در یکی از همین مدارس آموزگار رضاکار است. او پیشینه چندین سال آموزگاری را در مکتب‌های دخترانه در دوره‌های جمهوریت دارد، ولی پس از رسیدن طالبان به قدرت کارش را از دست داد. تکی از یک طرف هیچ درآمدی نباشه،
من دوچاری مشکل رو دادم اطمان موشه دیگه. شوهر من که هست کدام کار وظیفه نداره دیگه، اونا یک کاری کارگری مونه دیگه، اون کار خاصی نداره، مثل دیقانی و این کار رو انجام میده. همانند آموزگاران چون رقیه، زنانی که در نهادهای دیگر دولتی نیز کار میکردن، پس از سقوط جمهوریت بیکار شدند. و اکنون در اوضاع بد اقتصادی و شغلهای خانگی رو آوردند. نرگس و خواهرش از کارمندان یک نهاد دولتی بودند، اما آنان اکنون بیکارند و همین باعث شده تا خواهرش به مشکلات روحی و روانی دچار شود. ما خودم پدرم از نگاه چشم ضعیف است، ناناور خود فامیلی که بودم، ما و همشیرم بودم که او همشیرم مال دچار مشکل روانیش دارم. ما خودم هم دیگه مثلا کارهای هنری وافندگی دوخت و دوزی چیزا میکنم، همی فعلا مسائل فامیل با احتیاط دارم. با گفته نرگس، ممنوع شدن زنان از آموزش و کار نه تنها باعث افزایش مشکلات و خشونت‌ها در خانه‌ها شده است، بلکه در سطح شهرها نیز دید مردان نسبت به زنان تغییر یافته است. رفتار مردان نسبت به سابق بسیار تغییر کرده. مثلا وقتی که ما کورس می‌رفتیم چند روز قبل بسیار احتیاط می‌کردیم. همین مردهایی که مثلا دید سابق هستن، اینا باز با دید سابق هستن، یک قسم صرف ما می‌بینن میگه با اینکه پانتون‌ها بسته شدن چرا کورس‌ها باز هستن؟ باید این دخترها مثلا شوهر کنن، چرا اینا مثلا فامیلشون به شوهر نمیتن؟ به این دیدگاه هستن. با ممنوع شدن آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان، میزان بیکاری و شمار دانش آموزان محروم از مکاتب رو به افزایش می باشد. بر بنیاد آخرین گزارش UNDP یا برنامه توسعه سازمان ملل، در حال حاضر در افغانستان فقط 6% زنان شاغلند و به اساس آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، 1,500,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در حال حاضر از آموزش باز ماندند. پیش از این یونسکو یا نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد نیز افزایش کار کودکان و ازدواج‌های زودهنگام در افغانستان را از پیامدهای محرومیت دختران از آموزش دانسته بود. در این میان نهادهای گوناگون و همچنان افراد با امکانات شخصی تلاش دارند تا از دختران در افغانستان حمایت کنند و آنان را در ادامه آموزش‌هایشان یاری رسانند. یکی از این افراد مرتضی جعفری است که بیش از 10 سال می شود در مهاجرت به سر می برد. ما امروز ایشان را در استودیو با خود داریم و از وی می پرسیم که چطور می توان به دختران دانش آموز در افغانستان کمک کرد تا آنان را از گزند عوامل همچون خشونت های خانوادگی دور نگه داشت. آقای جعفری، به برنامه خوش آمدید. تشکر خیلی زیاد. خوشحالم از اینکه اینجا هستم. آقای جعفری، در گام نخست در مورد خودتان کمه بگوین که از چی زمان تا اکنون به عنوان مهندس نرم افزار کار میکنید و تا حال چی فعالیت های در این راستا داشته اید؟ من وارد این حرفه از سال 2020 شدم، یعنی 4 سال میشه، و این داستان با زندگی من در یونان شروع شد و از اون زمان که البته خب با چالش های زیادی رو دست پنجه نرم کردیم، ولی از وقتی که وارد حرفه شدم بعد از 2 سال اینا شروع کردم به فعالیت در فضای مجازی مثل آموزش برنامه نویسی در یوتیوب اینا، و قضیه ساپورت از دختران افغان تقریبا رسمی از 5 ماه 6 ماه پیش شروع شد، ولی این ایده از سال بعد از سقوط طالبان مثلا در ذهنم بود که باید یک کاری بکنیم که بتونیم از زنان و دختران افغان حمایت بکنیم، و فعلا خوشبختانه در این راستا قدم برداشتیم و امیدوارم که به خوبی پیش بره. پس شما در این اواخر حمایت از دختران افغانستان را نیز در پلان کاریتان گنجانیده این. بر ما بگوین که آنان را در کدام بخش ها آموزش داده اید؟ خب از اونجایی که من خودم یک سافت دیولوپر یا مثلا میتونم بگن مهندس نرم افزار، ما در خب برنامه‌نویسی با
حالا بخش های زیادی دارن. ما فعلا در حال حاضر با فرانت اند شروع کردیم که یعنی بخش وب دیولپمنت، یعنی بخش فرانت اند رو درس میدیم و همزمان تصمیم بگرفتیم که وقتی یک نفر میخواد که فرانت اند یاد بگیره حتما باید خوبه که از بک اند هم یک سری یک ایده داشته باشه که مثلا یک اپلیکیشن چرا می کار نه، یک وبسایت چرا می کار نه. پس با بک اند هم شروع کردیم و فعلا دو تا شاگرد داریم ادامه میدیم. آیا شما در این فعالیت هایتان تنها هستین و یا اینکه کدام شخص دیگر و یا ارگان نیز شما را حمایت میکنن؟ در حال حاضر فقط من خودم مستقل کار میکنم و بدون حمایت هیچ ارگانی، ولی در آینده و در حال حاضرم به دنبال ارگان های هستم که از بانوان در تکنولوژی یا در عرصه تکنولوژی حمایت میکنم، مثلا Women in Tech. و اینا صرفا به خاطر ای که بتوانن به ما پروژه بدن که شاگردی که در آینده میگیریم زیر نظر، اینا بتوانن روی پروژه های واقعی کار بکنن. مثلا سازمان های هر گونه سازمان میتونه باشه، مثلا ما میتونیم پروژه هایشون به عنوان رایگان، یعنی میتونیم برای درست بکنیم، چون این وقتی پروژه واقعی می داشته باشیم خب صرفا برای شاگرد ها خوبه، چون که پروژه واقعی حتی اگر پولم ندن اون واقعی بودنش برای ما کافیه، چون که بعدن که شاگرد از این پروگرام خلاص شده و برن برای درخواست کار، اینا میتونن از این پروژه به عنوان نمونه کار استفاده بکنن. و از اون جایی که حالا من خودم شخصا این کار پیشون برم، سرتیفیکیت چیز خاصی نداریم که مثلا بخوام بدیم، اما این پروژه میتونه برای شاگردای کمک بسیار کلان باشه و در صورتی که ما بتونیم جلب توجه بکنیم و سازمانایی که در این عرصه هستن به ما کمک بکنیم. در این بخش برنامه پس مصاحبه کوتاهی از خانم لیلا وکیلی را، خانمی که از سوی شما آموزش دیده است، را با هم یک جا میبینیم و زبان خودشان میشنویم که چقدر این کورس ها برش مفید واقع شده است. بیننده های گرامی، صحبت های بانو وکیلی را با هم میبینیم، با ما بمانید. وقتی که از رفتن به مکتب و کار منع شدن به خاطر وضعیت و شرایط و محدودیت ها دچار افسردگی و ناامیدی بودند و حتی بعضی آنها با فشارهای خانوادگی و حتی خشونتهای خانوادگی روبرو شدند. این مشکلات را تمام دختر خانم های افغانستان تجربه می کنند. من خودم بعد از بسته شدن این مکاتب با مشکلات روحی زیادی مواجه شدم. خب نتونستم که پنهنتون برام درس بخونم، در حالی که وقتی بود که من باید پنهنتون می رفتم و احساس را می کردم که تمام امیدهای من از بین رفته. راستش حمایت استاد جعفری در درس و آموزش خیلی بیشتر از چیز بود که من فکرش را می کردم. قبل از اینکه من با اون آشنا شوم خیلی از مسائل درسی برای مبهم و پیچیده بود، اما وقتی که هم راست جعفری آشنا شدم همه روشن و واضح شد برایم. اونا نه تنها منابع خوب و مناسب را معرفی میکردن، بلکه با صبر و حوصله‌مندی همیشه تلاش بری داشتن که مشکلات من را حل کنن و این باعث میشد که من انگیزه بیشتر بگیرم. تلاش در ای داشتن که به من یاد بدن که من چه قسم خودم مشکل من حل کنم و همیشه پیگیر پیشرفت من بودن و همین باعث میشد که احساس کنم واقعا کسی پشت من است، من حمایت میکنم. مصاحبه خانم وکیلی را با هم یک جا دیدیم. گفتگو را با آقای جعفری ادامه میدهیم. آقای جعفری، طوری که بانو وکیلی نیز یادآوری کردن و همچنان در گزارش ما در قسمت اول برنامه دیدیم که وضعیت حاکم در این کشور باعث شده است تا خشونت‌های خانوادگی و نیز مشکلات روحی و روانی در میان زنان افزایش پیدا کنند، به نظر شما در چنین شرایط چی باید کرد تا فرهنگ زن ستیزی طالبان بیشتر از این بالای مردای افغانستان تأثیر نگذارد؟ خب طبعا اگر یکمی عقب برگردیم، فرهنگ زن ستیزی در افغانستان ریشه کهنه دارد و موضوع جدیدی نیست، ولی به نظر من نه تنها راه بلکه یکی از راه‌های موثر و مهم برای مقابله با فرهنگ زن ستیزی در افغانستان آموزش هست. آموزش نه تنها برای خانم بلکه در قدم اول برای مردم، چون مردم باید به درک برسن که حمایت از حقوق
برابر زن و مرد یک مسئله انسانی است و باید به توجه داشته باشن و باید بپذیرن که اینا حق و حقوق مساوی دارن و باید خصوصا در عرصه تعلیم باید اینا با اون حقی که دارن برسن. دلیل اینکه فعلا در افغانستان فرهنگ زن ستیزی هر روز داره گسترش میابه و زنان به عنوان بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان به شرایط واقعا خرابی دارن به سر میبرن متاسفانه، و ما مردا از خانواده های خودمون شروع بکنیم با حمایت از همسر، خواهر، دختر تا این فرهنگ تبدیل بشه به یک فرهنگ بزرگ که از خانواده وارد جامعه شود. چون اگر از داخل خانواده شما به عنوان یک دختر به عنوان یک همسر حمایت نشوین، در بیرون به هیچ عنوان کسی از شما حمایت نخواهد کرد و پس بهتر کسی از داخل یک خانواده شروع شود. شما به عنوان یک مرد دیاسپورای افغانستان چی راههایی را برای بقیه مردان افغانستان پیشنهاد می دهین تا آنها نیز مانند شما در کنار زنان افغانستان استاده شده و از آنان حمایت بکنند؟ خب اونایی که در خارج از افغانستان هستن طبعا دیدن آزادی اینجا رو حق و حقوق زن و مرد می دانن، بیشتر درک کردن که چقدر اینجا برابری هستن. و برای مثال یک نمونه داریم در ایران. ایران هم تقریبا مثل افغانستان سختی های زیاده برای بانوان اعمال کردن، قوانین زیاده، ولی برای نمونه میتونیم از جنبش زن زندگی آزادی نام ببریم که وقتی این حرکت برای افتاد چقدر از جوان و چقدر از مردان دهی مسیر حتی جانشون از دست دادن، معیوب شدن و خیلی واقعا کنار زنان استاده شدن. پس چرا ما افغان ها نبایستیم؟ چرا باید ما پا پس بکشیم و زنای ما مثلا این همه بدبختی و سختی رو به تجربه بکنن؟ پس باید مثل همه اینا که نام بردم از جنبش زن زندگی آزادی، باید مثل ما با کنار خانم ها بایستیم و ازشون حمایت بکنیم. نهادهای جهانی در این زمینه چه کارهایی را میتوانن انجام بدهن تا در این زمینه مؤثر واقع شوند؟ از نهادهای جهانی قسمی در حال حاضر ما شاهد هستیم که دارن کوشش میکنن مثلا برای خانم ها به طور آنلاین زمینه آموزش فراهم بکنن. ما انتظار داریم که این تلاش ها بیشتر شده و نه تنها در زمینه آموزش. وقتی که شما یک آموزش میدن و اونو به پناه خدا واگذار بکنین، اون آموزش که اونو دادین تقریبا صفر بر صفر میشه. باید اینا نهادهای جهانی بین المللی کمک بکنن که بعد از آموزش اینا باید به یک جای مشغول به کار بکنن، خصوصا در زمینه تکنولوژی، برنامه‌نویسی و سافت‌ور دیولپمنت. کار فراوان است و باید سازمان‌ها به فکر باشن که وقتی یک فرد یک مقطعی از آموزش خلاص میکنه، اینا باید مشغول به کار شود تا بتونن به درستی برنامه‌ای که حالا سرشون خب برای آموزش هزینه کردن، ولی خب اون باید بیشتر و به خوبی پیش ببره با آوردن یک فرصت شغل برای بانوان. از دیاسپورای افغانستان در اتریش و اروپا چی انتظار می رود؟ آنان چگونه می توانند زنای افغانستان را حمایت کنند و در کنار آنان ایستاده شوند؟ البته در مورد نسل دیاسپورای افغانستان نه تنها در اتریش بلکه در تمام اروپا، آمریکا، هر کجا این کره خاکی که هستن، اینا میتونن به طور چشمگیر کمک زیادی بکنن. برای مثال وقتی که شما اینجا میایین، خب باید یک کسب را یاد بگیرین، خصوصا اگر این کسب در تور باشه که مثلا به عنوان مثال برنامه‌نویسی، ویدیو ادیتینگ، هر چیز دیگه، پروژکت منیجمنت، دیتا انالیسیس یا هر چیزی. اینا میتونن از این هنرشون، حرفشون استفاده کرده. اگر باور دارن که میتونه زندگی یک رو کمک بکنه، پس باید اون از اون حرفشون استفاده کرده به یکی درس بده اونا، یا مثلا ویدیو به اشتراک بگذاره در یوتیوب، یا که مستقیم روزی یک ساعت به یک دختر افغان که آموزش بدن زندگی اینا رو. فرض کنید که شما یک ساعت آموزش در روز میتونه زندگی یک فرد کامل تغییر بده. پس باید ما انتظار داریم کسایی که اینجا هستن، در اروپا هستن، فرصت دارن
حالا قسمی که دارم من تلاش شما میکنم با تمام چالش ها و سخت هایی که برای من به وجود آمده، من دست نمی کشم. هر روز یعنی هفت روز در هفته داریم روز یک ساعت دو ساعت جلسه میگذاریم تا شاگرد خوبم خانم وکیلی یک چیز بیاموزه و واقعا هم داره پیشرفت میکنم. از این به خاطر همینه که میخوایم شاگرد بیشتر بگیرم و بیشتر از دختران افغان آموزش بدم تا از این فرصت بهرمند شد. در اخیر در مورد کورس های بعدی تان بگوین که چی زمان آغاز می شود؟ کورس بعدی که قرار برگزار شود و زیر نظر شخصی خودم هست انشالله در ماه آخر ماه نوامبر، یعنی آخر ماه نوامبر سال جاری شروع خواهد شد. و ما در این کورس، البته این کورس یک کورس بسیار ساده ای نیست، چون که شما وقتی در یک کورس کورس معمولی ثبت نام میکنین، مورد درسی کالش تئوریات میگیرین و یک چیزی کار عمل خیلی کم دارین، اوکی. و پس ما خواستیم که این تابو رو بشکنیم و یک کورس واقعا خوب تر داشته باشیم، جایی که شاگردان بتونن عملی انجام بدن کار رو و به انگلیسی میگن you learn by doing، اوکی. و شما با کار کردن یاد میگیرین. و چی بهتر از این که ما پروژه های واقعی از سازمان رو بگیریم، حالا با تو رایگان هم انجام بده، مشکل نداره، چون که دارن شاگرد ها یک اکسپرینس یا مثلا یک تجربه کسب میکنن و از نهادهایی که حالا در عرصه قسمی در اول برنامه هم گفتم در حمایت از زنان فعالیت دارن، ما خیلی خوشحال میشیم که باشون در ارتباط باشیم و اونا اگر پروژه خاصی داشتن یا خواستن یک وبسایت کوچیک هم درست بکنن برای ما، اوکی، ما میتونیم اینو انجام بدیم. و این برای دختران افغان یک فرصتی فوق العاده عالی است که از این برنامه استفاده بکنه و همچنین سازمانایی که حامی زنان است بیاین در کنار ما وایستن و دست به دست هم به دختران افغان کمک بکنه. این کورس ها چی مدت دوام میکنه و گنجایش چی تعداد دانش آموز را دارد؟ سوال خوبیه. این کورس ما قسمی که حالا گفتم فقط تنها خودم هستم که کورس پیش میبرم، پس گنجایش خیلی زیاد نمیداشته باشم و بین 10 تا 15 نفر هست که به دو گروه جداگانه تقسیم میشه و اینو جداگانه آموزش میکنه، چون که وقتی یک گروه کوچیک باشه نفر کمتر باشه بهتر آموزش داده میشه. و پس گنجایشش از بین 10 تا 15 نفر هست. و همچنان کسایی که میخوان در یک کورس ثبت نام بکنن باید واجد شرایط باشه، شرایط ما و مثل داشتن یک اینترنت خوبتر است که بتونن با ما وصل بشن، یک کامپیوتر و دانش اولیه در مورد کامپیوتر، یعنی در مورد ابزارهایی که ما استفاده میکنیم در برنامه نویسی، و همچنان یک دانش بیسیک یا خیلی مبتدی در انگلیسی که بتونن بخونن و بنویسن. و در آخر از همه مهمتری است که یک اراده فولادین داشته باشه، که ماشاءالله دختر خانم افغانستان، دختران بانوان افغان این اراده را داره و دارن با تمامی قسمی با تمام ظلم و خشونت می جنگن و مبارزه میکنن. پس من اراده را در کلشان میبینم، همین چیزی که ما نیاز داریم برای برنامه آینده انشاءالله. آقای جعفری، تشکر از گفتگو و تشکر از تشریف آوریتان در این برنامه. تشکر از اینکه مرا در این برنامه دعوت کردین و جهان سپاس. فقر، فشارهای روحی و روانی و افزایش خشونت‌های خانوادگی از پیامدهای ناگوار ممنوع شدن دختران و زنان از آموزش و کار بودند. برای پایان بخشیدن به این مشکلات، نیاز است تا دختران و زنان افغانستان به فرصت‌های بدیل آموزشی و کاری بیشتر دست یابند. اگر می‌خواهید در این باره باز هم بدانید، برنامه‌های بعدی مبارزان تنها را نیز دنبال کنید. تا برنامه آینده، بدرود.